ادامه در بر همون راستا میگه چون که خواهد کاب آید در سبو، شاه گوید جیش جان را ارکبو. چون که بخواد که آب کاب آید در سبو، بخواد که این آب بیاد توی این کوزه، بخواد یه چیزی خلق بشه، برای خلق یک چیزی باید یک جانی بیاد سوار یه جسمی بشه، یا یک بی صورتی بیاد سوار یه صورت بشه. این معنای خلقه. چون که خواهد که آب بیاید در سبو، یعنی یه چیزی خلق بشه و بی صورتی بیاد توی صورت سوار بشه و خلقت انجام بگیره، شاه گوید جیش جان را، یعنی لشکر جان را، اون سپاهیان و اونایی که توی این کار چیز هستن، دخیل هستن، بهشون میگه که ارکبو. ارکبو به عربی یعنی سوار شید. پس دستوری میرسه، اون امری که گفت بالا، دستوری میرسه که آقا سوار شید. پس بی صورتی ها سوار صورت میشن اون موقع. پس خلق اینطوری اتفاق میفته، خلقت. باز جانها را چو خواهد در علو، بانگ آید از نقیبان کنزلو. خب این خلقت انجام شد، گفت برید سوار این مرکباتون بشید. حالا میخواد برعکس کنه. باز جانها را چو خواهد، حالا میخواد جانها اون معنا برگرده به سمت خودش که معدن اصلی این معنا هست، به اون دریا برگردن، به اصلشون. بهشون میگه که باز جانها را چو خواهد در علو، علو یعنی بالا، بانگ آید، یه صدایی میاد از نقیبان. نقیبان یعنی دستندرکاران، مثلا شاه هست، یه سری هم خدم و حشم داره اونجا، اون خدم و حشمشو میگن نقیبان. اون خدم و حشم خلاصه صدا میزنن که انزلو، اونجاش بهشون گفت ارکبو سوار شید، حالا میگه انزلو یعنی پیاده شید.